144 دنیا دوستان، تو این ویدیو رسیدیم به 144 دنیا. یه ویدیو خفن تاپ لدر داشتیم بچه ها، به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید که واقعا خدایانی که داشت رو نابود کردیم. سلام به ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید دوستان. قراره که این دفعه بریم به تاپ لدر، الان رنگ 301 دنیا هستیم. قراره که حداقل تا رنگ 100 دنیا توی این ویدیو براتون ببرم کاپو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، لایک کامنت سابسکرایب واسه فراموش نشه. بریم که شروع بکنیم کارو، لتس گو. خب دوستان، بتل اول 1 2 3 4 5 اسم حریفه و من اگه اشتباه نکنم ترکیبش باید جاینت گریویارد باشه، چون یه همچین اسمی یادم که جاینت گریویارد پلی میداد. خب نه دوستان، الان توی رنک 300 دنیا هستیم و در رنک 300 دنیا داریم بتل میزنیم و قراره که ایشالله تا چی نباشه 100 دنیا بریم توی همین ویدیو. این 2100 با هم دیگه، بالای 2100 حتما با هم دیگه بزنیم و امیدوارم که لایک ویدیو فراموش نشه. همین لایک رو بزنید که بعدا یادتون میره. الان یه عروس یه دارک. اوکی دوستان، به شدت کار دشواره. پیکا بریج اسپمی هستش که تقریبا نسخه سختیه. کنونر و مینیون نسخه بسیار بسیار سختیه. و اوکی بیس، نه هولی شیت، بچه ها چه دمیجی وارد کرد. باید حواسم خیلی جمع باشه و پکایی که میزنه رو بگیرم. اوکی الان فکر کنم مینیون رو بزنه. او مای گاد نزد بچه ها، دارم رکب میخورم. این اول کاری این چی میشه دوستان، پکاش داره میاد و واقعا نمیدونم چی کار بکنم. ریویارد سری بومبر، سری بزن. ها همینه. خب اینجا من بدون پکا باید هر جور شده دفاع بکنم تا شکل نشه. سری ویز، خیلی دفاع خوب، ترتمیز، فقط باید بندیت بمیره. اوکی بچه ها خیلی کار سختی داریم، سری بالون. او مای گاد، آچار تکامل. دارک از بک، خالای بیز. آخ تا بره سمت راست. وای تا بره سمت راست. بزن یکی دیگه. چقدر داره بچه پشمیزون پیش میره. 120 ثانیه آخر. پکا دهنت سرویس خیلی خوب داره عمل میکنه. بزن بندی تو. دوستان خیلی داره خفن بازی میکنه. سری بومبر دو، سری بومبر بزن. نه او مای گاد بازی که فکر نمی کردم برگشته و ببینم چی بگم در وسط به این بازی، ببینم چی میشه در نهایت. الان سرطان رو سرمیز آلی سریع روز. اوکی یک دقیقه آخر. پکا دارک بزن. باید گیراش سنگین بهش بدم نیست اینجوری اصلا بازی میبازیم. پکا از رو خود انداخت.
گریویاد بادون. وای یک دیگه سری تورنادو، سری باید کارتا رو بریزم. الکترو بیزارد دنبره تکامل و واو بچه ها باورم نمیشه این مچوب اصلا بردنش غیر قابل تصور بود برا من، غیر قابل تصور بود. یه بتد خیلی خفن توی تاپ لدر، واقعا جذاب بود، واقعا بی نظیر بود، کیف کردم. 214 دنیا، بریم که با هم دیگه ادامه بدیم کار رو. خب دوستان 214 دنیا همون رنگی که همین الان بهش رسیدیم، بریم که ادامه کار رو با هم دیگه داشته باشیم. یه بتل فوق استثنایی رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. اوه 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 این لاک بیت پلیره دیگه بچه ها، رنگش داره میره بالا و دیگه پلیرهای خیلی خفن و در واقع عالی داره به همون میخوره. باید حواسم جمع باشه الان. ترکیبش که مشخصا لاک بیته دیگه، الان اون کدوم نسخش مشخص نیست که الان یه فکر کنم میدونیم نسخش یه، فقط یه تستاش مشکل ساز میشه. اوکی بزن سرعت بگیر. اگه سرعت میگرفت بیشتر از این دمیج میگرفت، یعنی اصلا دمیج نمیگرفت منظورم اینه. خب پکا داره، یعنی تورنادو، یه تورنادو بسیار خفن. یکی دیگه دونه بزن. ای خاک تو سرت بچه، باشه دفاعی کرد با اینکه کارت مناسبی برای دفاع پکان نداشت، ولی خیلی خوب دفاع کرد بچه. دیگه یکی از بهترین پلیرهای لاگبیته دیگه. من یادم تو دوره من یادم همیشه توی تاپ بود، همیشه بودش. حالا نه توی تاپ که مثلا من بازی رو انجام میدیدم تو تاپ 10، نه اونجا نبود، ولی همیشه بود تو تاپ 100. من یادمه ژاپنی هم هست و رنگ 40 یا 30 یا شاید هم بهتر اون موقع زده بود. ببینیم چی میشه اینجا. دیدید بچه ها اسپم کردن جدای ترکیب لاگویت همیشه اینجوری جواب میده و اینطوری نیستش که صبر بکنیم تو فقط پکا رو بندازیم، نه اصلا اینطوری نیست. سری ویز اوکی رویم حرکتی میزنی یا نه. خب اوکی پکار بزنیم، چون تستا داره خیالم بسیار راحته نسبت به نسخه اینفرنو یا حتی کنون. بر از نسخه تکامل دارک گریویارد ببین چی میشه. دارک پرینس ماشاءالله دارک پرینس. بیس گریویارد سریع روز باید به بومبر تکامل اینجا یه حرکتی بزنم. اول بومبر یه راش سنگین و تمام. به همین سادگی که از بهترین پلیر های حال حاضر و گذشته لاک بیت رو شکست دادم. فوق العاده 2082 و 166 دنیا، 166 دنیا رسیدیم. ادامه میدیم تا 2100 و حتما تو همین ویدیو با هم دیگه به ثبت برسونیم. بریم مرحله بعدی. فوق العاده بود تا اینجای کار بچه‌ها، یه ویدیو بی‌نظیر تا اینجا داشتیم و تا 2100 نشیم که من ول نمی‌کنم، مطمئن باشید. خب بتل بعدی رنکی 123 بد نیست. ببینیم حریف ترکیبش چیه و آیس اسپریت ما بالنو میزنیم ببینیم ترکیبش چیه. خب هوک سایکل
من تازگی ها به هوک سایکل میبازم بچه ها. اوه نه 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 بچه هوک سایکل نیست، بچه هوک سایکل نیست، رویال هوگزه، رویال هوگزه که چیه؟ بکا رویال هوگز نمیشه میگم بهتره نسبت به هوک سایکل برا من، ولی خود آسان تره یه خورده. گریبیارد توجهی نداریم به یکی بزن پکا اینو بزن. ای خاکش تو سرت پکا. بچه من تمرکز بسیار زیادی باید بکنم تو این بازی و زیاد نمیتونم صحبت بکنم و فقط شما ببینید و لذت این ویدیوی تاپ لده رو ببرید تو رنگ 166 جهان، فقط شما لذت ببرید. اسکلت عالی. بچه نمیدونم چرا از بمب تکامل نمیتونم خیلی راحت استفاده بکنم تو دفاع، چون هر لحظه ممکنه کلیتاور حریف اکتیو بشه و کار من تموم بشه. عالی عالی، بمب تکامل، بالون، یه پکا بالون خیلی اصیل. ای کاش کنون از بین میرفت. پکا از راست. اوکی گیریز که کل نقشه هاشو نقشه براب کرد. گریویارد داشت میز چون پکا رو داریم سمت راست. یادم از دفاع حداقل داره 10-20 ثانیه راحته. بالون شیت. پکا پکا ای خاک تو سرت پکا. این دفعه چندم بود این همچین اشتباهی انجام داد. ده 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 ها دمیجی وارد شد. فکر نمی کردم در حضور بومبر و الکتروویزار بتونه اسکلت تکامل به تاور بگیره. فکرشو نمی کردم بخدا دارم این ولش کردم با تورنادو نزدم. آخ 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 یه سوتی من باعث شده اینقدر دمیج وارد بشه بچه. یه دونه سوتی من باعث شده این اتفاق بیفته. گریویارد سری بومبر هیچ دمیجی وارد نشد. سری دارک گریویارد وای فقط یک اشتباه، فقط یه دونه اشتباه کردم تو این بازی که اسکلت تکاملو ول کردم و همین باعث شد تا این بازی رو از دست بدیم. اون اسکلت تکاملی که گرفت رو تاور دوستان نزدیک به 800 دمیج ازم گرفت، 800 دمیج، و این باعث شد که این بازی رو واگذار بکنیم. فدا سرتون بریم که ادامه بدیم. من 100% بعد 2000% توی همین ویدیو براتون بزنم. خب دوستان رنگ 202 دنیا همطور که مشاهده میکنید من یه بتل رو خودم بردم که دوباره به همون کاپی که بودیم برسیم و تایم ویدیومون الکی هدر نره و بخاطر همینه که الان منفی کاپ رو مشاهده نمیکنید، چون من همون کاپی بودم که تو بتل گذشته قبل از اینکه اون بتل رو ببازم در واقع بودم و الان قراره که دو بتل آخر رو به امید خدا پیروزی باشه به دست بیاریم و
یه ویدیو بسیار خفن. اگه دو تا بحث بعدی رو ببرم 100% وارد تاپ 100 دنیا میشم و این برای اولین بار بوده توی ویدیوهامون توی 6 ماه اخیر، بیشتر تو 10 ماه اخیر بچه‌ها واقعا، چون ترکیبمون خوب نبود تو 10 ماه اخیر که همش تو تاپ 10 دنیا بودیم، یادتونه دیگه. گریویارد ترکیب دوباره همون مثل همون ترکیبیه که حریف پیشم داشت، ولی خب این دفعه بومبر و احتمال قریب به یقینش در واقع یارو چی میگن تکاملش، نمیدونم دقیقا ترکیبش چی میتونه باشه. اوکی مورتار سری بومبر، نباید ضرباتش وارد بشه. زب پشمام، ترکیبش مشخص نیست چیه واقعا، یعنی کارتای بعدیش اصلا نمیشه تشخیص داد که چی میتونه باشه. یه پویزن فکر کنم باید داشته باشه این دک، و چون کنار مورتار همیشه یه پویزن یه اسپلی که بتونه کمک بکنه هست. سمت چپ وای گریویارد سریع روز به سمت چپ مفت رفت. پکا یه دونه نیاز داریم. آها همینه دیگه. چرا باید آدم بیاد سمت تاور ما؟ برو سمت کینگ تاور دیگه. من باید کلی اکسیر خرج کنم برای سمت راستی که هیچ برنامه‌ای براش نداشتم واقعا، همینجوری اکسیر دارم خرج میکنم. بچه این نشون دهنده اینه که نباید زیاد صحبت بکنم، باید تمرکزم زیادتر بشه. دیگه صحب میکنم و فقط حواسم به بازی. تو نطفه باید خفش بکنم بچه ها حمله ای که شاید باید انجام بشه رو یک رو بیزادم بزنم که مای گاد سری تورنادو. تورنادو سطح کلاسیک سطح فوق بلده بالا زده شد، ولی خب با این وجود بازم ضربات لری وارد شده به تاور. لری منظورم همون اسکلت هاست. بومبر تکامل پکا، ببینیم حملمون چطوری پیش میره. بومبر ما میبره. بالونی که گرفته رو تابه، یه فرصت بسیار عالی برای کینگ تابه. سری داک پکا یکی دیگه، ماشالله آخری بزن. اوه این زبچی خیلی داره سخت پیش میره. زب چی میگه دیگه؟ بزن جون مادرت، بزن سریع باید کارت بریزم. سریع وای گریویارد وای من آخری ثانی اصلا به زمین نگاه نکردم بچه، من عروض زدنی اصلا به زمین نگاه نکردم. 169 گلوبال، بریم بتل آخر رو بزنیم که به دین اون ادا بکنیم. همون اول ویدیو گفتم 2100 باید بزنم، امیدوارم باخت نشه و
169 گلوبال بریم که اگه این پیروزی به دست بیاد فکر میکنم رنک 100 بشیم، 100 101 102 اینا بشیم که فوق العاده است. برای این ویدیو حتما ادامه میدم بچا این روند رو تا رنک 50 40 برای فردا پس فردا هم براتون 100% خواهم گذاشت و میبینید دیگه بچا تا تاپ 10 دنیا منو میبینید توی همین سیزن. بریم بتل بعدی. البته بچا من خب مداوم نگه میدارم دیگه، مثل خیلی همون اول سیزن ول نمیکنم. من همیشه اینطوری بودم، همیشه وقتی اول سیزن خوب میبودم تا آخرم خوب میبودم، همیشه اینطوری بوده. بریم بتل امیدوارانه البته آخر، ببینیم چی میشه. سیر بودم که خب الان فقط یه دونه نسخه داره که همون نسخه یه که کالکتور و کارتای ریز و درشت داره که همون هم هست. سمتوندو یه دفعه این نخ سمت را سمت چپ بله اکسیری داره به این میده. خب بالون رو پیدا دادن خیلی ریسکه بچه ها، به کار میریم دوباره تو بار. کنونر هم هست، کنونر خیلی سخت تره نسبت به تاور معمولی و باید. خب من زیاد تفاوتی بهش نگاه بیانی در واقع بین این دوتا نگاه چیز نمی کنم، توجه نمی کنم تفاوتشونو. پکا پالاروز یکی دیگه خب خوبه که بومبش حلکاتو زد. سریع اگه بخواد ابیلیتی بزنه کینگ تاور رو اکتیو بکنه که نه اتفاق نیفتاد. تا اینجای کار که حریف هیچ کاری برا داشتن در واقع نداشته و بعد حواسم خیلی جمع باشه بچه‌ها، نباید زیاد صحبت بکنم تو این بته، فقط شما بازی نگاه بکنید. اوکی یه حمله خفن بزنیم بالون، یه آخرین حمله است. گریویارد چی تورنادو، یه تورنادو خیلی خفن که باعث میشه تاور رو بگیریم. 30 ثانیه میشن نمود دوستان، فقط باید اینجا دفاع بکنم، فقط باید دفاع بکنم. 30 ثانیه مونده، گیزو بریم سمت راست. البته یکش نمیرفتم سمت راست بچه ها. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. 151. تمام دوستان، این بود از ویدیو تاپ لدر رو. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. بریم که رنکمون رو ببینیم و دیگه ویدیو رو تموم بکنیم و دیگه واقعا ورود تاپ لدری زدیم. 144 دنیا دوستان، تو این ویدیو رسیدیم به 144 دنیا. یه ویدیو خفن تاپ لدر داشتیم بچه ها، به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید که واقعا خدایانی که داشت رو نابود کردیم. فعلا بچه ها تا ویدیوهای آینده.